چگونه باید مرحله سازماندهی نیروهای سیاسی و اجتماعی را برای گذر از جمهوری اسلامی سازماندهی کرد؟ بفرمایید. پرسش بسیار جالبی است. منو برمیگردونه به چیزی حدود 3 سال پیش که بعد از سالهای طولانی که در رابطه با تاریخ توطئه جهانی 1979 برای جامعه کاو و چکافی، اون چیزی که بهشون گفتن انقلاب اسلامی رو انجام دادم و مردم رو به این نتیجه رسوندم که آنچه که در کشور ما اتفاق افتاد توطئه ای بود علیه ملت ما، با نقشه کشورهایی که برابر افزایش قیمت نفت میخواستن بیستن از یک سو و حضور مستقیمشون در منطقه رو به ثمر برسونن که انجام شد. منتها احتیاج به افراد و وسایل متفاوتی بود که همزمان همه با هم در دست به کار شدن، یعنی یک حرکت جهانی همبسته با مخالفین رژیم پادشاهی انجام شد و در نهایت ما رو به سال 1979 رسوند، آنچه که بهش میگیم روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانیت. سالهای طولانی در رابطه با این صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که جامعه آگاهی کافی پیدا کرده. خب دقیقا مثل یک دانش آموزی که سر یک کلاس مینشینه، صحبت ها رو گوش میده، درساش رو میخونه و بعد از اون میگه خب بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم میخوام شغلی داشته باشم. جامعه ایرانی از دیدگاه من رسید به جایی که همه دانش های کافی رو داشت، منتها درگیر مصیبت هایی که حکومت اسلامی و همچنین کشورهای اروپایی به خصوص براش به وجود آورده بودن که دست و پای این مردم رو ببندن. خب آغاز به کار کردم، اومدم و جنبشی به راه انداختم تا مردم بتونن زیر یک چتر با در نظر گرفتن، یعنی با احترام به هر عقیده مذهبی، هر عقیده سیاسی، اما یک حرکت ملی رو در جامعه ایرانی شروع بکنیم که دو فراخوان متعددم دادم برای اینکه مردم به پا بخیزن. یکی 26 اردیبهشت ماه بود، یعنی 3 روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی، که برای مردم توضیح دادم اینها نقش بازی میکنند و بعد از اینکه این 1 ماه قبل از انتخابات یا انتصابات رو به شما یک آزادی های فردی و اجتماعی میدن، بعد مجددا سرتون رو میبرن، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل حکومتی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی، و زورگویی هاشون کماکان ادامه خواهد داشت. خب اون موقع جامعه سرش گرم بود، شاید بسیاری از این رسانه هایی هم که نقش اول رو در به ثمر رسوندن انتخابات مجدد حکومت اسلامی داشتن، اینها تونستن دست بالایی داشتن، تونستن مجددا انتخاباتی به راه بندازن که روحانی بیاد روی کار. به هر روی، چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم برمیگردیم به همین نقطه پرسش شماست که از دیدگاه من هر فعال سیاسی که برنامه‌ای برای آینده ایران داره، یعنی ایران نوین، میبایست بیاد با جامعهش صحبت بکنه، وضعیت آینده رو براشون بشکافه که من دیدگاهم بر چه پایه‌ایه، و بعد بتونه یارگیری بکنه. آنچه که من انجام دادم در جنبش فدایان ایران فارغ از این بود که شخصیت‌های مخالف حکومت اسلامی با نام اپوزیسیون در خارج از کشور نشستن و چه میگویند، چون اکثریت غریب به اتفاق، یا میتونم بگم تمامشون، فقط میگن ما حکومت اسلامی رو نمیخوان و یک ایده هایی دارن با نام فرض بگیرید جمهوری یا پادشاهی یا سلطنت یا هر نوع شکل نظام دیگری، و میگن این رو چیزها رو میخوایم، اما برای اینکه بتونن این مردم رو در کنار هم قرار بدن هیچ فعالیتی نکردن، چون کار میبره. این گونه نیستش که شما بیاید پای میکروفون تلویزیون یا رادیو بخواید یا یه مقاله رو بردارید بنویسید، یه چیزهایی رو افشاگری بکنید در رابطه با حکومت و بگید خب ما میخوام از این طریق به آزادی و یا خواسته هامون دست پیدا بکنیم. فرق هم نمیکنه که شما جمهوری خواهی یا طرفدار سلطنت یا پادشاهی، باید آستینات رو بالا بزنی و با مردم مستقیما صحبت بکنی، وقت بگذاری تا بتونی این جامعه رو در کنار هم قرار بدی. این جامعه، اگر من بخوام واژه انگلیسیش رو به کار ببرم، این جامعه مورد ابیوز قرار گرفته، سوء استفاده کردن در همه زمینه ها، حتی از مذهب مردم سوء استفاده شده، با نام علی، حسین، محمد، ایکس و ایگرگ، خدا سر بریدن، تجاوز کردن، آدم کشتن و این رو شرعی هم میدونن، دزدی های کلان انجام دادن، ثروت جامعه رو بردن با نام خدا، با نام اسلام.
پس وقتی یک نگاه گسترده میندازید به این جامعه، میبینید در همه ابعاد، از بچه‌ای که به دنیا میاد تا اون پیرمردی که سالهای طولانی فعالیت و کار کرده و هنوز بازنشسته نشده، مورد تبعیض و سوء استفاده قرار گرفتن. این جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از هر زمینه‌ای که واردش بشی مورد سوء استفاده قرار گرفته، چگونه میشه این جامعه رو در کنار هم قرار داد، جمعیت میلیونی به خیابون‌ها آورد و ازشون خواست که معتدل حرکت بکنن، عملی رو انجام بدن که کشور به فروپاشی نرسه؟ همونطور که در بحث گذشته خدمتتون عرض کردم، من به دنبال سرنگونی حکومت شیطانی هستم، نه به دنبال فروپاشی. فروپاشی میتونه کشور رو هم با خودش ببره، مثل سیلابی که میاد و میتونه بسیارانی رو هم نابود بسازه. اما وقتی که سرنگونی انجام میشه، داستان چیز دیگری است. چگونه میتونیم سرنگونی به وجود بیاریم؟ با اینکه فعالان سیاسی، دلسوختگان و یا سینه سوختگان این مطلب بتونن یارگیری درون کشور انجام بدن، بتونن، حالا سازمان دارن، نهاد دارن، حتی فرقی نمیکنه که ایدئولوژیکی هستن، یعنی بر پایه ایدئولوژی شخصی قدم برمیدارن، اما بتونن در زمانی که ما داریم بهش نزدیک میشیم با مطالبی که ایراد میکنن، فرض بگی یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای، 7 دقیقه‌ای، بتونن ده ها و صدها هزار نفر رو در کنار خودشون قرار بدن. اگر من بخوام پاسخ شما رو درست‌تر توضیح داده باشم، میتونم سوالو برگردونم به خود شما. به غیر از شاهزاده رضا پهلوی که وضعیتش به طور کلی چه سیاسی چه تاریخی با بقیه کنشگران متفاوته، اونم به خاطر چیزی که من در گذشته توضیح دادم، سایر هموطنانی که در بعد مسائل سیاسی دل سوخته هستن و نگران ایران و آینده هستن، چند نفرشون میتونن در کمترین زمان ده ها و صد ها هزار نفر رو در کنار هم قرار بدن با یک سخنرانی، با یک درخواست، با یک پیام، با یک فراخوان؟ چیزیست که در جامعه ما انجام نشده. چرا؟ به دلیل اینکه کار میبره، کار روزانه میبره، یعنی شما باید نزدیک 20 ساعت، 16 ساعت، 18 ساعت، 7 روز هفته با جامعه در تماس باشی، باید پیام‌هاشون رو دریافت کنی، فرقی هم برات نکنه که این شخصی که داره به تو پیام میده مسلمانه یا غیر مسلمانه، آدم بازاریه یا معمولی یا کاسبه یا دانشجوه یا مهندسه یا ایدئولوژی سیاسیش چیه برای فردای ایران. این کاریست که من در جنبش فدایان ایران انجام دادم تا بتونم در روزهای آینده وقتی که زمانش میرسه بتونم با یک فراخوان اون عده‌ای رو که در طول این سالها صحبت‌های منو شنیدن و با هدفی که براشون توضیح دادم آشنایی پیدا کردن و موافق هستن، در کنار هم جمع بشن.